به نام خداوند بزرگ و خبرهای این ساعت از تلویزیون بیگ با من محمود رسولی خوش آمدید. امروز شنبه ششم جدی 1399 خورشیدی است. نخست هم به سرخط خبرها. کشته شدن 4 تن از افراد طالبان در ولایت جوزجان. وارد شدن تلفات بر افراد طالبان در ولایت تخار. و حملات راکت اسرائیل بر فلسطین. خبرها. در یک درگیری نیروهای امنیتی با گروه طالبان در ولایت جوزجان 8 تن کشته و زخمی شدند. یک منبع امنیتی که نخواست از وی نام برده شود به تلویزیون بیگ میگوید که شب گذشته گروه طالبان در ولسوالی فیض‌آباد بالای پست‌های نیروهای امنیتی حمله کردند که در نتیجه درگیری 4 تن از افراد طالبان کشته شده و 4 تن از نیروهای امنیتی نیز زخم برداشتند. حمله تهاجمی گروه طالبان از ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان با کشته شدن 4 تن از افراد این گروه از سوی نیروهای امنیتی عقب زده شده است. یک منبع امنیتی که نخواست در گزارش از او نام برده شود با تایید این خبر به تلویزیون بیگ گفت شب گذشته گروه طالبان بالای پسته امنیتی علی‌آباد ولسوالی فیض‌آباد حوالی 11 شب حمله نموده بودند که جنگ و درگیری بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان تا 2 شب ادامه داشته است. در نتیجه این رویداد 4 تن از افراد این گروه کشته شده است. به گفته منبع در این رویداد 3 تن از افراد پارتیزانی مربوط به امنیت ملی و 1 تن از پلیس ملی زخم برداشته است. در همین حال الفشا عطایی ولسوال ولسوالی فیض‌آباد این ولایت نیز تایید می کند که در مربوطات این ولسوالی درگیری بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان رخ داده است. اما گروه طالبان تا اکنون در این مورد به رسانه‌ها چیزی نگفتند. از حمله گروه طالبان در ولسوالی شکمش ولایت تخار با وارد شدن تلفات بر افراد این گروه جلوگیری صورت گرفته است. وزارت دفاع ملی کشور با پخش خبرنامه گفته است که طالبان پلان داشتند که بالای نیروهای امنیتی حمله کنند، اما نیروهای امنیتی و سر راه آنها کمین افراز کردند که در نتیجه 4 تن از افراد طالبان کشته و زخمی شده و 3 تن دیگرشان بازداشت شدند. یک سرگروپ گروه طالبان با 2 تن از محافظینش در درگیری با نیروهای امنیتی در ولایت تخار کشته شدند. وزارت دفاع ملی با پخش خبرنامه‌ای می‌گوید روز گذشته گروه طالبان پلان حمله بالای پسته امنیتی نیروهای دفاعی و امنیتی را داشتند که با کمین اردوی ملی روبرو شدند. در این خبرنامه آمده است در این رویداد که در ولسوالی اشکمش ولایت تخار رخ داده در نتیجه مولوی عزت الله 1 تن از سرگروپان این گروه با 2 تن از محافظینش کشته، 1 تن زخمی و 3 تن از افراد این گروه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. همچنان در این درگیری یک اراده واسطه نقلیه با مقدار سلاح و مهمات گروه طالبان نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. اما گروه طالبان تا اکنون در مورد کشته و زخمی شدن افرادشان در این رویداد به رسانه‌ها چیزی نگفتند. در یک درگیری نیروهای امنیتی با گروه طالبان در ولایت کندهار بر افراد این گروه تلفات سنگین وارد شده است. قلردوی عملیات خاص با پخش خبرنامه گفته است که نیروهای امنیتی در ولسوالی های شیره و پنجوایی کندهار با طالبان درگیر شدند که در نتیجه درگیری 29 تن از افراد طالبان کشته شده و 12 تن دیگرشان زخم برداشتند. در پی درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولایت قندهار به گروه طالبان تلفات زیادی وارد شده است. در یک خبرنامه قلی اردوی عملیات‌های خاص آمده است نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی‌های پنجبایی و ژره ولایت قندهار با هم درگیر شدند که در نتیجه این درگیری‌ها 29 طالب مسلح کشته و 12 تن دیگرشان زخم برداشته است. طالبان مسلح تا اکنون بر رسانه‌ها در مورد این رویداد چیزی نگفته است.
قندهار در جنوب افغانستان شاید نبردهای سخت میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح بوده است که این درگیری ها به هر دو طرف جنگ تلفات وارد کرده است و در اثر این درگیری ها صدها خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شده است. از انفجار بیش از 15 حلقه ماین در ولایت هلمند از سوی نیروهای امنیتی جلوگیری صورت گرفته است. وزارت دفاع ملی کشور با پخش خبرنامه گفته است که نیروهای امنیتی در ولسوالی های ناوه و گرمسیر ولایت هلمند 16 حلقه ماین را کشف و خنثی نمودند. گفته می شود که این ماین ها از سوی مخالفین مسلح دولت برای ضربه زدن به نیروهای امنیتی جاسازی شده بود. اسرائیل در پاسخ به حملات راکتی از غزه موازی جنبش حماس را در این منطقه فلسطینی بمباران کرده است. ارتش اسرائیل گفته است جنبش فلسطینی حماس را مسئول هر نوع حمله از نوار غزه می داند. ارتش اسرائیل گفته است یک کارخانه تولید راکت که مقر نظامی و چند مرکز زیرزمینی را هدف قرار داده است، روز جمعه سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین اسرائیل دو راکت پرتاب شده از غزه را رهگیری و نابود کردند. گزارش ها حاکی است که با بالا گرفتن تشدید تنش در بغداد، مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق شامگاهی روز گذشته هشدار داد اگر لازم شود آماده برخورد سرنوشت ساز باشه به نظامیان است. گفته می شود به دنبال بازداشت یکی از اعضای گروه شبه نظامی شیعه اصحاب اهل الحق توسط نیروهای دولتی عراق، نیروهای این گروه برای آزادی او در برابر سازمان اطلاعاتی عراق در بغداد تجمع کردند. اما شبکه العربیه می گوید 6 نفر از نیروهای اصحاب الحق بازداشت شده و این تجمع برای آزادی آنها صورت گرفته است. به گزارش العربیه این افراد در ارتباط با حمله راکتی یک شنبه به سفارت آمریکا و منطقه سبز امنیتی بغداد دستگیر شدند. اصحاب الحق از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در عراق محسوب می‌شود. دولت فرانسه از شناسایی نخستین فرد مبتلا به نوع جدید ویروس کرونا که در بریتانیا جشن یافته خبر داده است. بنابر اعلام وزارت بهداشتی فرانسه، یکی از اهالی شهر تور در مرکز این کشور به گونه جدید ویروس کرونا آلوده شده است. این فرد هفته پیش از لندن به فرانسه بازگشته است. بنابر اعلام وزارت بهداشتی فرانسه، این فرد فاقد علایم بیماری است و در خانه اش قرنطینه شده است. خبرهای ورزشی را همکارم اسلام الدین حیدری تقدیمتان میکند. به نام یاد خدا با عرض سلام به خبرهای ورزشی این ساعت از تلویزیون بیک خوش آمدید. در نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ برتر فوتسال افغانستان، تیم فوتسال اتحاد هرات در دیدار جذاب با نتیجه 2-1 در مقابل وی آی پی کابل به برتری رسید و به فینال رقابت‌ها صعود کرد و در دومین دیدار این رقابت‌ها نیز تیم صداقت کابل توانست تیم حریف یعنی پیشوران را با نتیجه 4-3 شکست بدهد و دومین فینالیست این رقابت‌ها شود. رقابت‌های فوتسال بانوان بلخ برای انتخاب چهره‌های برتر و تیم فوتسال این ولایت در جمنازیوم امام خمینی شهر مزار شریف آغاز شد و به گفته سویتا افغان، مسئول کمیته بانوان، در این رقابت‌ها 8 تیم شرکت کردند که در دو گروه 4 تیمی با هم رقابت خواهند کرد و همچنان در این رقابت‌ها تیم‌های اسکتستان، شهید مزاری، مبارز، سادات، افغان، قهرمانان دهدادی، طلوع بلخ و بهار شرکت کردند. و همچنان بر اساس گزارش یک نشریه چاپ کاتالونیایی، باشگاه پاری سن ژرمن نسبت به جذب ممفیس دپای علاقه نشان داده و احتمال پیوستن این مهاجم هالندی در جمع پاریسی ها را از مدیر برنامه هایش جویا شده است. باشگاه بارسلونا از زمان روی کار آمدن رونالد کومان به خدمت گرفتن ممفیس دوپای را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود برای نقل و انتقالات در نظر گرفته است، اما به نظر می رسد آنها در این راه رقبای سرسختی همچون یوونتوس و پاریس سن ژرمن دارند. حال هم به وضعیت آب و هوای چند ولایت از کشور و نرخ اسعار توجه کنید.
این بود مجموع خبرهای این ساعت که تقدیمتان گردید. تا درود بعد، بدرود.